بسیاری از پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در کشور کویت نیز مانند دیگر شیعیان جهان این روزها برای رساندن خود به شهر مقدس کربلا و شرکت در مراسم مشایه اربعین حسینی تلاش می کنند. در این میان تصمیم جدید دولت کویت که به منزله سنگندازی در مسیر شعار حسینی به شمار می رود خشم و اعتراض شدید شیعیان کویت را برانگیخته است همکارم علی گزارش می دهد دولت کویت روز گذشته اعلام کرد هر شهروند کویتی که برای شرکت در مراسم اربعین به کشور عراق سفر کند بعد از بازگشت به کویت باید به مدت دو هفته قرنطینه شود یک هفته آن نزد دولت و یک هفته هم در منزل بر اساس این تصمیم زائران حسینی کویتی علاوه بر قرنطینه قبل از بازگشت به کویت با تست پی سی آر بدهند و در صورت منفی بودن جواب اجازه بازگشت به کشور خود را دارند مدت زمان این تست نباید بیش از هفتاد و دو ساعت قبل از ورود به کویت باشد این تصمیم دولت کویت خشم و اعتراض شدید پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در این کشور را برانگیخته و خواهان لغو فوری آن شدند در همین حال موجی از اعتراض ها فضای مجازی کویت را فرا گرفته و کاربران شیعه در شبکه های اجتماعی با انتشار پست هایی به شیوه های مختلف اعتراض و خشم خود را از این تصمیم سخت گیرانه اعلام کردند از جمله پست هایی که به طور گسترده در فضای مجازی کویت منتشر شد بیانیه ای بود که در آن آمده است این تصمیم دولت اقدامی تبعیض آمیز است چرا شهروندان کویتی بدون هیچ مشکلی اجازه سفر در کشورهایی همچون هند آمریکا و مصر که کرونا در آنها به طور گسترده منتشر شده را دارند اما کسی که برای زیارت اربعین به عراق می رود باید با چنین موانعی مواجه شود بسیاری از مقلدین مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمه حاج سید صادق حسینی شیرازی دام از نیز با انتشار مطلب و پست هایی در شبکه های اجتماعی اعتراض خود نسبت به این تصمیم دولت کویت را اعلام کردند. آنها با استناد به بیانات معظم الله درباره تسهیل زیارت اربعین دولت کویت را به برداشتن موانع از سر راه شهروندانی که تمایل به رفتن به زیارت دارند را خواستار شدند.